در کلان شهر تهران به علت بعد مسافت زیاد، جابجایی های گسترده، به خاطر صرفه‌جویی در وقت و انرژی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش استهلاک وسایل نقلیه، احداث شبکه بزرگراهی از اولویت خاصی برخوردار بود. شاید براتون جالب باشه که ما تو شهر تهران 23 تا بزرگراه داریم. ما امشب تو برنامه تهرانگرد میخواییم که شبکه بزرگراهی تهران رو با هم بررسی کنیم. در این برنامه از تهرانگرد با شبکه بزرگراهی شهر تهران آشنا میشیم و بعضی از بزرگراه‌های مهم این شهر رو با هم بررسی میکنیم. سلام، تهران دارای شبکه گسترده و پیچیده خیابونی و جاده‌ایه. این شهر سالهاست که با مشکل ترافیک مواجهه. به همین دلیل ساخت و طراحی بزرگراه‌های بسیاری از سالهای گذشته مخصوصا بعد از انقلاب در تهران شروع شد. ما امروز می‌خوایم تو این برنامه از تهرانگرد به بزرگراه‌ها و شبکه بزرگراهی شهرمون بپردازیم. من شایان خلیلی هستم، میزبان شما در برنامه تهرانگرد. بزرگراه یادگار امام اصلی‌ترین شهریان شمالی جنوبی و شرقی غربی تهرانه که در غرب و شمال غربی تهران واقع شده. این بزرگراه تو مسیر خودش به بعضی از بزرگراه‌ها متصل میشه و تقریبا حدود 16 کیلومتر طول داره. این بزرگراه از شمال در سئول آغاز میشه و در غرب سیمتری جای خاتمه پیدا می‌کنه. این بزرگراه از محله‌های اوین، سعادت‌آباد، فرحزاد، شهرک غرب، ژاندارمری، آریاشهر، ستارخان، ترش، خیابان زنجان، آزادی و هاشمی عبور می‌کند. پل بزرگراه یادگار امام با طول تقریبی 2.5 کیلومتر بزرگترین پل بتونی شهر تهرانه که از شهرک ژاندارمری شروع میشه و به خیابان زنجان میرسه. بازار سنتی ستارخان در فضای ایجاد شده زیر پل یادگار امام احداث شد. پشت سر من بزرگراه شهید خرازیه که به سمت شرق میره و در مسیر خودش به بزرگراه همت میرسه. بزرگراه شهید همت طولانی ترین مسیر غربی شرقی تهران که تو مسیر خودش از محله‌های مهم بود. محله‌هایی مثل جنت آباد، شهرک غرب، سعادت آباد، شیخ بهایی، پاسداران و شریعت. این بزرگراه در شرقی ترین نقطه خودش به بزرگراه زین الدین متصل میشه. در بزرگراه همت، دوستان‌های جوانمردان، نهج‌البلاغه و پردیسان پذیرای شهروندان تهران و اطراف اون. تردد توی این بزرگراه تو ساعات اوج ترافیک واقعا دشواره، ولی زمانی که خلوته رانندگی خیلی لذت بخش. شنیده ها از دو طبقه کردن بزرگراه همت در آینده نزدیک خبر میدن. تو
طول بزرگراه آزادگان تقریبا 40 کیلومتره که طولانی ترین بزرگراه شهر تهرانه. این بزرگراه به عنوان شاهراه اصلی و مهمترین محور ارتباطی کل پایتخت محسوب میشه. از شمال غربی یعنی بزرگراه شهید همت آغاز میشه و در جنوب شرق به بزرگراه بسیج منتهی میشه. بزرگراه آزادگان دسترسی های بیشماری به بقیه بزرگراه و خیابون های فرعی داره. در سال 1350 برای تکمیل شبکه آزادراهی بین استانی در محدوده شهر تهران و تقویت شبکه بزرگراهی شهری، طرح اجرایی آزادراه و کمربندی شروع شد. ابتدا دو باند رفت و برگشت مجزا با فاصله نسبتاً زیاد از هم مورد بهره برداری قرار گرفت و در سالهای اخیر قسمت میانی و اصلی این بزرگراه راه اندازی شد و مسیر قدیمی به عنوان مسیر کندرو مورد استفاده قرار گرفت. بزرگراه شهید محمدعلی جناح از میدان آزادی شروع میشه و به میدان صادقیه ختم میشه. از میدان صادقیه به سمت شمال وارد بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی میشه. بزرگراه محمدعلی جناح در تقاطع با بزرگراه شیخ فضل الله نوری که ورودی غربی شهر تهران محسوب میشه، پل غیر همسطح زیبایی داره که یکی از آثار هنری شهر محسوب میشه. در حاشیه این سازه زیبا یکی از دوستای قدیمیم رو دیدم، آقای قوام که کارشناس فضای سبز و در یکی از مناطق شهرداری تهران مشغول به کاره. ما با هم گپ زدیم و ازش درباره فضای سبز حاشیه بزرگراه سوالاتی پرسیدم. ببینیم با توجه به این شبکه گسترده بزرگراه تهران، یعنی این شبکه پیچیده‌ای که به وجود اومده به خاطر حالا مشکلات ترافیکی که بوده، بدنه بزرگراه ما نیاز به یه زیباسازی بصری داره که حداقل شهروندانی که از این بزرگراه استفاده میکنن تحت تلطیف روحیه‌شون یه مناظر زیبایی ببینن. ما یه زیبایی بصری ایجاد کنیم که توی ترافیک یا توی گذری که از این بزرگراه انجام میشه با دچار خستگی نشن، یا اون خستگی و فشردگی که توی کارشون دارن از سر کار برمیگردن، یا اینکه دارن تو مسیر کار میرن با روحیه خراب و خسته و حالا افسرده وارد محیط کار یا محیط منظرشون نشن. حالا کاری که شهرداری تهران از دستش برمیاد در جهت زیباسازی بیشتر کاری که با فضای سبز میشه انجام داد، یعنی اون زیباسازی منظری که با فضای سبز و استفاده از رنگ‌های مختلف تو بدنه بزرگراه‌ها به کمک واحد زیباسازی اون انجام میشه، تو همین زمینه ترتیب روحیه شهروندامون ما داریم قدم برمی‌داریم. حالا امیدواریم که موفق بوده باشیم تا الان. این فضای سبز بین اتوبان‌ها هم خیلی زیاده، هم خیلی دور از دسترسه. آبیاری اینا به چه صورت انجام میشه؟ الان همینجوری که می‌بینید تو همین حالا نقطه‌ای که الان هستیم، ما آبیاریمون رو داریم با سیستم تحت فشار انجام میدیم. یعنی مخزن آبی ما داریم خارج از این مجموعه، یه لوله کشی به عنوان حالا حالت رینگی ما بهش میگیم، یعنی رینگ بسته ای از لوله کشی مدار بسته ای هست، فشار میفته توی این لوله و توسط این اسپری مخفی شونده آب پودر میشه تحت فشار و کامل اون حالا طبق مهندسی که همکار ما انجام میدن، محاسباتی که دارن یه جوری چیده میشن که همپوشانی داشته باشن، یه ساعتی باز میشن خودشون تحت فشار میان بالا آبیاری میکنن، با بسته شدن شیرفلکه و خاموش شدن پمپ میرن پایین و آبیاریش تموم میشه. و مزیتی که داره این که سیستم تحت فشار آبو پودر میکنه و اینکه تقریبا اگه قرار باشه این فضای سبز توسط شلنگ و سیستم سنتی آبیاری بشه، با مقایسه با این سیستمی که الان داره آبیاری میشه، ما 10% آب مصرفی شلنگ اونجا مصرف کنیم برای آبیاریش. کار جایگزین بعدیمون هم اینه که اگه دوباره مشکل آبی پیدا کنیم، ما به جای چمن از گونه های مقاوم به کمابی استفاده کنیم. و حالا یکی ازشون همین گیاهی که کنارتونی درخشی به اسم زرشک، یعنی با حالا چمن حال هر روز آب بخوره ما میتونیم زرشک رو یه روز زمین آب بدیم به دو روز کمتر مصرف کنیم. چند نمونه از فعالیتاتون توی حالا ناحیه‌های مختلف میتونید مثال بزنید؟ جایی که الان هستیم که تو اتوبان جناح تقاطع اتوبان تهران کرج و بزرگراه شهید محمدعلی جناح که حالا داریم می‌بینیم تقاطع غیر همسط تازه ایجاد شده، یکی دو سال بهره برداری شده، بدنه بزرگراه حکیممون حالا یه سری لاله‌کاری انجام شده امسال، خیلی مورد استقبال قرار گرفته که جزء کارهای خوبمون بوده. آقای قوادینی خیلی لطف کردین، ما در خدمت شما هستیم. شما وقتتون هم گذاشتید، دستتون درد نکنه. امیدوارم که اطلاعاتمون به دردتون بخوره. در خدمت شما هستیم، زنده باشین. ممنون از شما. یا علی. در حاشیه بزرگراه شهید آیت الله حکیم
فضای سبز بسیار زیبایی ساخته شده. در این فصل این لاله های رنگارنگ و بی‌نظیر توجه هر بیننده‌ای رو به خودش جلب می‌کنه و شهروندان رو برای گرفتن عکس یادگاری به اینجا می‌کشونه. بزرگراه آیت الله حکیم در مرکز تهران واقع شده و یکی از معابر اصلی شهر محسوب میشه که در موازات بزرگراه شهید همت قرار داره. این بزرگراه از سونر رسالت در شرق شروع میشه و به بزرگراه علامه جعفری در غرب منتهی میشه. بزرگراه رسالت یکی از بزرگراهایی که خط اتوبوس تندرو در اون احداث شده که از بار ترافیکی این بزرگراه کاسته بشه. اینجای برنامه تعدادی از بزرگراه‌های تهران رو بررسی کردیم و فضای سبز بزرگراهی رو با هم دیدیم. در ادامه تهرانگرد مشکلاتی که به واسطه ساخت بزرگراه‌ها به وجود اومده رو با هم بررسی می‌کنیم. بزرگراه شهید مدرس یه بزرگراه شمالی جنوبیه که از پارکوی تا میدان هفته تیر ادامه داره و فضای سبز بسیار بی‌نظیری هم داره. پل طبیعت از روی این بزرگراه عبور میکنه و بوستانهای آب و آتش و شهید طالقانی رو به هم متصل میکنه. اینجا چهارراه پارکویه، محل تقاطع دو بزرگراه شهید کامران و شهید مدرس با خیابون ولیعهد. بزرگراه شهید کامران قبل‌تر با اسم پارکوی می‌شناختن و این بزرگراه از قدیمی‌ترین بزرگراه‌های تهران محسوب میشه که از اینجایی که من هستم شروع میشه و در مسیر خودش به سمت جنوب به میدان توحید میشه. میدان توحید به بعد هم وارد بزرگراه شهید نواب صفوی. بزرگراه چمران هم مسیر ویژه اتوبوس تندرو داره و با بزرگراه‌های یادگار امام، نیایش، همت و حکیم تقاطع داره و تونل توهی پایان این بزرگراه محسوب میشه. بزرگراه شهید چمران به وسیله تونل توهی به بزرگراه شهید نواب صفوی متصل میشه. بزرگراه شهید نواب صفوی یه خیابون بوده که خونه های اطراف رو خریدن و خیابون رو تعریض کردن و تبدیل شد به بزرگراه شهید نواب صفوی. این بزرگراه از خیابون آزادی شروع میشه و در جنوب به بزرگراه شهید تندرویان میرسه. ساختمان های شبیه به هم و مرتفع اطراف این بزرگراه به جای خونه های قدیمی و ریزدانه ساخته شد که منظره زیبایی رو کنار این بزرگراه به وجود آورده. بزرگراه امام علی از شمال در منطقه داراباد شروع میشه و به شهرری در جنوب شهر منتهی میشه. این بزرگراه با 35 کیلومتر طول یکی از طولانی ترین بزرگراه‌های شهر تهرانه و همچنین بزرگترین گذر پرسرعت شمال جنوبی شهر محسوب میشه. این بزرگراه در طول مسیر خود از مناطق 1، 7، 8، 13، 14، 15 و 20 عبور میکنه و برای ساختن این بزرگراه بیش از 4000 واحد مسکونی تخریب شد که روند تملک این واحدها مدت زیادی طول کشید. و تعدادی از خانه ها که فاصله کمی با بزرگراه دارند باعث بن‌بست شدن محله های اطراف بزرگراه امام علی شدند. آقای طیبی یکی از ساکنین قدیمی حاشیه بزرگراه امام علی از ساخت این بزرگراه راضی به نظر می رسید و او هم از جدا شدن محلات و عدم دسترسی به مراکز خرید ابراز نگرانی می کرد. بله. آقای طیبی شما از ساکنین همین محل هستید؟ بله بله. کجا زندگی می کنید دقیقا؟ بر اتوبانی؟ نه خیر، ما توی فتنهای کوهن هوری زندگی می کنیم. نزدیک به اینجا؟ بله، یه خیابون چسبیده به این منطقه.
این زندگی کردن کنار همچون اتوبان شلوغ اونم امام علی چه خوبیایی داره چه بدیایی؟ خب خوبیش اینه که از نظر دسترسی به مناطق رفت آمد ماشین‌آلات به اصطلاح و شهری آسون شده، ترافیک خیلی بهتر شده. اما مشکلش اینه که این اتوبان باعث شده که این منطقه دو ناحیه شده. این ناحیه هم از نظر رفت آمد بچهای مدرسه مردم مشکل شده، خودم از نظر مواد غذایی و امکانات رفاهی مردم در مشکل هستن. یعنی سخت واسهتون خرید کردن اینا. چند سال اینجا هستی شما؟ حدود 20 سال من توی منطقه. آقای طیبی قبل از احداث بزرگراه امام علی اینجا به چه شکل بود؟ خب اینجا یه پارک داشته به نام پارک امیر شریفی، بعد محل تجمع افراد بود، محله میبادن، بچه‌ها بازی می‌کردن، خانواده هم دیگه رو می‌دیدن. زندگی با صفاتر بود. خلاص اینجا این اتوبان باعث مقدار در این فاصله زمانی باعث شده که مردم خود از هم متفرق‌تر بشه. زمان احداث اینجا رو شما یادتونه؟ بله. جنبه تماشا هم داشت دیگه. برای مردم جذاب بود، خاک‌برداری و گل‌برداری‌ها خیلی جذاب بود. البته شاید تسهیل عبور و مرور در شهر تهران از قدمت و خاطراتی که در این محله ها وجود داشت مهمتر باشه. پروژه با توجه به بزرگی اون به 6 قسمت تقسیم شد که در مجموع 22 کیلومتر 24 تقاطع اصلی و فرعی داره و محله‌های زیادی رو به دو قسمت تقسیم کرده. بزرگراه صدر به عنوان نخستین پل تکپایه طبقاتی کشور دو باند رفت و دو باند برگشت داره که در هر کدام یک مسیر اضطراری برای عبور خودروهای ویژه طراحی شده. بزرگراه صدر قبل از طبقاتی شدن هم محله‌های قدیمی زیادی رو به دو قسمت تقسیم می‌کرد و از ابتدای بزرگراه مدرس تا انتهای بزرگراه صیاد شیرازی به دلیل افزایش ظرفیت ترافیکی دو طبقه شد. بزرگراه صدر به یک دیوار جاذب صوتی مجهزه که با ارتفاع از لبه بزرگراه نصب شده و سر و صدای ناشی از تردد خودروها رو جذب می‌کنه و از دید مستقیم به فضای مسکونی مشرف جلوگیری می‌کنه. بزرگراه نیایش در ادامه بزرگراه آبشناسان از غرب ادامه پیدا میکنه و بعد از گذشتن از بزرگراه ستاری با محله های حاشیه خود اختلاف سطح پیدا میکنه. نیایش از بزرگراه‌های تقریباً تازه احداث شده است که بعد از عبور از بزرگراه شهید چمران به ورودی تونل صدر میرسه. بزرگراه نیایش از غرب تهران شروع میشه و به خیابون ولیعصر منتهی میشه. این بزرگراه با بزرگراه‌هایی مثل شهید اشرفی اصفهانی، یادگار امام و شهید چمران هم تقاطع داره. ترافیک در ابتدای تونل صدر در ساعات پیک ترافیک برای سرنشینان خودروها بسیار طبیعیه. بعضی از بزرگراه‌های تهران مثل قیف عمل می‌کنند و حجم زیادی از ترافیک رو به خیابون‌های اطراف خودشون منتقل می‌کنند. ترافیک در ورودی بزرگراه نیایش به خیابون ولیعصر همیشگی و بسیار خسته کننده است، به طوری که در این ترافیک سنگین گلفروش‌ها کاسبی خوبی دارند.
نه یه شاخه گل عوض کردم، ترافیک زیاد بود، خواستم بغل یه شاخه گل بگیرم. دستت بعد 20 شاخه زو. یه سوال، حالا اینجا همیشه وضعیتش همینقدر اینجوریه یا سبک‌تر هم میشه؟ اتوبان خلاتمو داریم. اتوبان زدم بغل. نه گرون ندارم اون وقت. من الان ترافیک بود، اومدم این ور که با یکی این گل فروش ها صحبت بکنم، الان دیگه موندم این ور، حالا الان ترافیک شد دوباره میخوام برگردم، ولی پل عابر پیاده رو حتما یادتون باشه. بزرگراه نیایش در بعضی از ساعات به قدری ترافیک داره که راحت میشه در وسط این بزرگراه قدم زد. این هم به این خاطره که کل بال ترافیکی این بزرگراه منتقل میشه به اینجا و چهارراه نیایش. با تعدادی از راننده های خودرو که در ترافیک گرفتار شدند هم صحبت کردیم. چقدر تو ترافیک گیر کردی شما؟ حدوداً یه رو بیست دقیقه. این مسیری که هر روز میرید میای؟ دقیقاً. نمیدونی چرا اینقدر ترافیکه؟ دلیلش هم نمیدونم. بعضی میگن مثل که چرا قرمز پایین خیلی طولانیه. احتمالاً چراغ زیاد نگه میداره. آخه کل بار بزرگراه یه وقت منتهی میشه به اینجا، فکر نمی‌کنم چه زایدش بشه. اینم یک طرز دقیقاً. خاصه شو که شما اونجا نمونده. 100%. جان کودن چوبنه حدود یک ساعت و نیم. حالا باز شو چقدر ترافیکی کردی شما؟ زیاد. چطور؟ همینجوری میخوام خسته نشدی؟ در مورد شبکه بزرگراهی تهران داری برنامه تهیه میکنی؟ برمه تو برم، من همیشه خسته میشم. همیشه خسته؟ ترافیک البته زیاده، گیر میکنی معمولا تو این ترافیک شما؟ همیشه. چقدر ترافیکی کردی شما؟ حدوداً یه دهده. این ترافیک همیشگی این قسمت رو نمیدونی دلیلش چیه؟ ده دقیقه است پس ترافیک گیر کردی، خسته نشدی به اصلا هنوز خیلی راه داری؟ درسته؟ خیلی آدم ممنون. بفهمید 5 دقیقه 4 دقیقه، ولی اینجا تایمش شوریه که 3 تا 4 تا 5 تا چراغ ما با میسونن میشه، یعنی 15 دقیقه ده. چراغاش که تنها چراغ نیستش، خیلی چیزای دیگه هم هست. میدونی دلیلشو؟ برای این ماشینای سرنشین، تک سرنشینیه که میان، و خیلی چیزای دیگه میتونم جزئیاتی که کلیاتو میسازه. دلیل ترافیک همیشگی اینجا نمیدونی چیه؟ وقتی پل رو گذر داشته باشه کمتر میشه دیگه، یعنی چون ند پل نداره. چون بعضیا میگن چرا قرمزای زیاد. تونل هم الان بسته است. تونل هم بسته بود. ما اومدیم باز بود. نه حالا شما از این سمت غرب به شرق میری بسته است. آخه میگن چرا قرمزاش مشکله، مثل این که خیلی زیاده. چراغش هم هست. بله چراغم هست. بنزین ارزونه. بنزین ارزون در این ترافیک. چرا چند محله گرونتر شده بازم هم ترافیک به نسبتش الان ارزونتره دیگه حساب بکنید. یعنی از اینم گرونتره. بله. تغییر شکل ظاهری شهر یکی دیگه از معایب بزرگراه‌ها محسوب می‌شود. این موضوع رو میشه در حاشیه بزرگراه آزادگان، قسمت شمالی اتوبان کرج و بزرگراه همت دید. در این منطقه بخش قدیمی شهرک راه‌آهن شامل محدودیت ساخت و سازه، اما در کنار بزرگراه با آسمان خراش‌های 30 طبقه مواجه است. به نظر میرسه ساخت بزرگراه در تهران به تنهایی مشکل ترافیک این کلان شهر رو حل نمی‌کنه. فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل میتونه راهکارهای مناسبی برای روان‌تر شدن ترافیک تهران باشه. به
تهران بزرگترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیت آن 8,244,535 نفر است و 25مین شهر پر جمعیت جهان به شمار می آید. مساحت این شهر 730 کیلومتر مربع است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و 27مین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. تهران، تهران، تهران. مردم از اقوام مختلفی در این شهر زندگی می کنند. در تهران مردم به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کنند. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجه تهرانی دارند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از کرد، آذربایجانی، دیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب و لور. تراکم جمعیت در تهران بیش از 10,700 تا بیش از 11,000 تن در هر کیلومتر مربع برآورد می شود که بنابر آمار 20مین شهر پرتراکم جهان است. تهران، تهران، تهران. شهر تهران در شمال ایران در کوهپایه‌های جنوبی رشته کوه البرز در حد فاصل طول جغرافیایی 51 درجه و 2 دقیقه شرقی تا 51 درجه و 36 دقیقه شرقی به طول تقریبی 50 کیلومتر و عرض جغرافیایی 35 درجه و 34 دقیقه شمالی تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی به عرض تقریبی 30 کیلومتر گسترده شده است. تهران، تهران، تهران.